معذرت میخوام ویندوز نصب میکنید؟ نه خیر. فیلم بازی های این فصل تیم آذرخش رو آپلود کردم داخل مستر کوچ. منتظرم ببینم خروجی تیم چیه. این چی میگه؟ آقای جمالی دارن تیم آذرخش رو آنالیز میکنن. آقای جمالی فوتبال رو به صورت علمی دنبال میکنن. با استفاده از این تجهیزات اتفاقا ایشون توفیقات زیادی هم داشتن. اتفاقا پدرام منم با ماسمسکش همین بازی‌ها رو میکنه. آقا جون اون فرق میکنه. ایشون با این رایانه‌شون تیمو هدایت میکنن، یعنی مربیگری میکنن. تموم شد. طبق آماری که رایانه من داره از تیم شما نشون میده، تیم آذرخش این فصل 8322 تا پاس صحیح، 6328 تا پاس ناسالم، 628 تا سانتر از جناحین و 40 تا شوت به سمت چهارچوب داشته که 17 تای اونا گل شده، بقیه‌ش هم رفته بیرون. خب اون وقت این خوبه یا بده؟ بستگی به یارگیری شما توی نیم فصل داره. طبق آمار تیم شما تو خط هافبک دچار کمبود مهره است که اگه این نقصان جبران بشه احتمال موفقیت 70-30. نه دیگه، نشد دیگه. شما یه برنامه‌ای بریزون تو که 100% ببریم. آقای سوری اعتقاد عجیبی به مفرح و بانشاد بودن تیم داره. بله دیگه. 93% جان، انگیزه بالا و روحیه مثبت 93% در موفقیت تیم تأثیر داره. اینو من نمیگم، رایانه میگه. بسیار خوب. آقای جمالی اگه شما موافق هستید قرارداد رو تنظیم بکنید. طبق آمار و اون چیزی که رایانه من داره نشون میده، احتمال سرمربیگری من برای تیم شما 86% که این احتمال با توجه به افزایش مبلغ قرارداد تا 96% افزایش پیدا میکنه. طرف خالی بنده، ولی مبارکه، مبارکه. سپاسگزارم، سپاسگزارم، ممنون. چطوره؟ خوشتون میاد؟ خونه قشنگه، مبارکتون باشه. چند؟ چون شما خواستگارین با تو ارزون حساب میکنم مشتریشید. بسا دامادشون بشم اون وقت میدونم چیکارش کنم. ببینم پسرم، تو خانواده شما رسم هر وقت خواستگار میاد خودشون برن بیرون؟ رسم چیه؟ یعنی پدر مادرت کجان؟ ما باید با اونا صحبت کنیم. آها، مادرم رفته دای فرخمو برگردونه خونه چون با بابام دعوا شده از خونه فرار کرده. پدرم هم صبح رفت باشگاه رئیس هیئت مدیره تیمشو بکشه، هنوزم برنگشته. راستی فکراتونو کردین؟ ما بدون شیربه ها دختر نمیدیم. چشم، شیربه ها هم میدیم. پدر مادرم اومدن. آقا پدرام پاشو در رو باز کن. بله؟ در رو باز میکنی؟ شما؟ عجب خونه بزرگی. آدم حسابیه. آرومتر بگیم میشنم بده. بفرما بفرما. یالله بفرمایید. خواهش میکنم، چایتون سرد شد. پونه بیا کارت دارم. ببخشید. میگم پسر، تو مطمئنی اینا به ما دختر میدن؟ نریم بالا سنگ روی یخ بشیم ها. خیلی هم دلشون بخواد. یکی از معروف ترین و بهترین فوتبالیستای مملکت میخواد دامادشون بشه. غرور چیز بدیه. تو ورزشکاری، سعی کن فروت هم باشی. سلام. 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 سلام دخترم. خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. بفرمایید. یا الله. نه کجا؟ یعنی چه دخترم؟ نکنه انتظار داری اینجا حرف بزنی؟ حرف بزنیم؟ راجبه چی؟ آخه خب طفلی تو جریان نیست. ما برای امر خیر اومدیم عزیزم. خواستگاریم. خواستگاری از کی؟ خواستگاری از خواهرت. اگه اشتباه نکنم شما کوچیکه هستین، درسته؟ کوچیکه کدوم؟ مادر من پونه خانم خود ایشونن. ایوا، مگه میشه؟ پس اون دختر خانمی که من دیروز باش صحبت کردم کی بود؟ عینک داشت؟ آره. یه نمو عمل کرده داشت؟ آره خودشه. شانس نداره آبجی، اینا چششون شایسته رو گرفته. شایسته کیه دیگه؟ شایسته دختر دوست بابامه، آقای دربندی، شما میشناسین. ولی به قیافش نگاه نکنین، خیلی بد اخلاقه، اصلا گنده دماغه. با این حساب اومدیم خواستگاری شما. خواستگاری من؟ پسرم بهت تبریک میگم. از چشم این خانم حجب و حیا معلومه. خاک به سرم الان. یادت رفته دخترم، من خودم با مادرتون صحبت کردم، قرار مدارو گذاشتیم. ای وای، اونی که زنگ زده بود شما بودی؟ مشکلی پیش اومده؟ نه هیچی، فقط هیچ کی خونه اجبار پول تنهایی. یعنی حشمت خان بزرگ و همسر محترمشون تشریف ندارن؟ نه، رفته باشگاه با این آقای رحمانی. آی پاپ چی شد؟ نه، بس می‌خوام پای من رگ به رگ بشه. ببخشید، عذر می‌خوام، برای حشمت خان اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی نیفتاده، بابا رفته باشگاه با سرمربی جدید تیم قرارداد ببنده. سرمربی جدید تیم؟ آفرین. حشمت خان کیه واقعا؟ حتی حاضر نشد یه روز تیم بدون مربی بمونه. خیلی خوب، ما که این همه راه رو اومدیم منتظرشو میمونیم تا برسن. یا الله. چرا همچین شد؟ بدبخت شدیم که. ببین خواهر من، از هر کدوم خوشت اومد یه ندا به من بده، من خودم جوشش. وایسی، خواهش میکنم یه لحظه وایسی. دخترم زشته، آدم خواستگاهش انقدر سرپا نگه نمیداره. بله میدونم، معذرت میخوام، ببخشید، فقط نمیدونم چجوری بگم. چیه؟ چی شده؟ چرا اینقدر دست پاچه ای؟ اتفاق افتاده؟ نه اتفاقی که نیفتاده، فقط عمو نعمت اومده. کی اومده؟ عمو نعمت. تازه برزیل رسیدم، با خانواده‌شون اومدم. اگر مهمون دارید ما میریم بعدا میاد. بله خیلی ممنون، زحمت کشیدید. ای بابا، عمو که غریبه نیست، تا باش آشنا بشیم و گپی بزنیم. پدر مادر محترمش هم اومدن. یا الله بفرمایید. دعا کن به خیر بگذاره، وگرنه من میدونم و تو. به به به، سلام علیکم آقا. شرمنده بی موقع مزاحم شدی. بفرمایید بفرمایید، خیلی هم به موقع است. خواهش میکنم بفرمایید. بچه ها گفتن که شما تازه از راه رسیدین، باید خیلی خسته شده باشید. بله، ترافیک سنگین واقعا آدم کلافه میکنه. ای آقا، مگه ترافیک به اون بالا هم کشیده شده؟ بالا پایین نداره، الان دیگه همه جا ترافیکه. بله. ببخشید من شما رو یه جایی دیدم. شما قی سیاوش رستمی بازیکن تیم آذرخش درسته؟ شما رو میشناسین؟ بابا کیه که شما رو نشناسه؟ همین هفته 2 تا گل خوشگل زدین. آخه من فکر نمی‌کنم دیگه تو اونجا فوتبال ایران رو دنبال کنه کسی. بچه‌های ایران رو ببین ماجرای فوتبالشون چیه. همه مردم طرفدار شما هستن، یکیش خود من، عاشق فوتبال بازی کردن شما. اصلا وقتی فهمیدم که مشکلتون با حشمت خان حل شده کلی خوشحال شدم. آقا جون تعویل بگیر. تو برزیل هم پسرت بیاورویی داره، کلی معروفیت اینا. البته ما اطراف آرژانتین میشینیم، نه برزیل. اونجا هم من آره جدا حقیقت داره که فوتبال زبان مشترک ملت هاست. اینجا کجا؟ برزیل و آرژانتین کجا؟ البته شرکت بهرام جان آفریقاست. بله تو آفریقا هم من آره. بله اصلا یکی از همکارای من کل عکسای شما رو جمع میکنه، حالا هر وقت واسه تحقیق اومدید بهتون ثابت میشه. اختیار داریم پسرم، رسم بر اینه که خانواده دختر بیان برای تحقیق. درست نمیگم زنمو جان؟ زنمو کیه؟ شما دیگه، زنمو، عمو، پسرمو. بله ببخشید من پسرموی کسی نیستم. پسرمو پسر خاله‌شونه. نه پسرمه؟ پسر داییشونی شما. نه بابا، پسر نوه عمه یا نوه خاله دایی. نه نه عذر میخوام. پس شما چیکار دارین اینجا الان؟ ما اومدیم خواستگاری دختر حشمت خان. به سلامتی قرار پسرم دامادشون بشه. خواستگاری؟ اشکالی داره؟ معلومه که اشکال داره خانم. اونی که قرار داماد این خانواده بشه پسر منه، نه پسر شما. منظورتون اینه که شما هم خواستگارین؟ بله. این دیگه چه رسمه 2 تا خواستگار رو با هم دعوت کردین؟ ما می‌خواستیم بدونیم کدوم خواستگار شیربه بیشتر میده. مامان تو رو خدا زود بیا، آبروم رفت، نمیدونم اصلا باید چی کار کنم. دیگه میخواستی چی بشه؟ 2 تا خواستگار همزمان با هم اینجا. نه اون فوتبالیسته بود، سیاوش رستمی. آره با خانواده‌اش الان اینجا. سرخود چیه مادر من؟ اونی که دیروز شما باهاش تلفنی صحبت کردی مادر این فوتبالیسته بود نه مادر آقا بهرام. چرا میخندی؟ پونه یه کاری بکنی نداره دعواشون میشه. مامان جان تو رو خدا زود بیا خودتو برسون دعوا شد اینجا. خدافظ. بیا آقا شون بیا اینم بگیر. اینم بذار اینجا خواستگاری جا اشتباه اومدی داداش. ببین من زودتر اومدم جمع کن برو. داداش اینجا صف شیر نیست اگه زودتر بیاد نتیجه بگیره. ببین داد بیداد کنین بابا. ببین اصلا منو خون نکن اصلا گرون تموم میشه. ببین عیدا من یه استو که من قد دکن تو میارزه. ببین بچه جیگو حشمت خان هیچ وقت دخترشو میذاره در پیت مثل تا نمیده. نه بابا تو میده ما اینجوری. بابا بابا تمومش کنه. رابیات خانم اینجا دیگه جای من نیست. بریم آقا برا خیلی تربیتی خانم تحقیقات نمی کنی همینه ها دیگه تموم شد همین هفته میریم خواستگاری دختر حاج فتحه بزاز و بالا قضیه رو میکنیم ای بابا پدر من از دختر حاج فتحه بزاز خوشم نمیاد خوشت نمیاد؟ خوشم نمیاد بی خود کردی خوشت نمیاد پسر من خرکشت میکنم میبرمت اونجا اه. من نمی‌فهمم اگه ازدواج زوریه؟ بله، هم زوریه، هم فوریه. ببینم تو اعتراضی داری؟ معلومه که نداره. پسر من عاقل ورزشکاره، رو حرف باباش حرف نمیزنه. آخه چه ربطی؟ حرف نمیزنه. حرف نمیزنه. شیر فهم شد، بفرمایید. شدیم اینجا ببینم اصلا به تو چه کار است من برادرتم حق دارم بدونم که میاد توی خونه که از خونه میره خودم مثل اون پیام بی غیرت باشم وای قربونت برم این غیرت داره این میخواد برادری کنه این که مثل پیام نیست این مسئولیت پذیره آخه کاش شما یه ذره مسئولیت پذیر بودین مادر من میدونی چه آبرویی از من بردین دلم میخواد زمین دهن باز کنم چی برم پایین ببینم برات میدونم چی کشیدی ولی قصه نخوری اصلا غم به دلت راه نده تا سنش بازی نشه اینا دوباره برمیگردن راست میگی برمیگردن آره عزیزم اونا دیگه بر نمیگردن آخه کی میاد از خانواده‌ای که تو خواستگاری دخترشون شرکت نمی‌کنه زن میگیره؟ واسه چرت و پرت گفتی؟ نه دیگه راست میگه دیگه. اونا رفتن همه چی تموم شد پشت سرشون هم نگاه نمی‌کنن. همش هم تقصیر شماست. قیافه‌شو نگاه کن، قیافه‌شو نگاه کن. انگار تو خونه داره شکنجه می‌بینه که اینجور حرص شوهر میزنه. راست میگه دیگه مامان. شوهرش بدیم بره لاغر شرش راحت شیم. می‌بینی از رو نمیره این بچه پرو حالیت می‌کنه. چیه چه خبره باز؟ مردم از دست همتون باز که قیافت با یه من عسل نمیشه خورد اینقدر تلخه چی شده؟ زده به سرش قاطی کرده شما کجای آقا حشمت؟ چرا اینقدر دیر کردی آخه؟ باشکاش الا خانم از شما چه پنهون یه مربی جدید آوردم تعاونی هلو یه ماستوسک هم دائم زیر بغلش 4 انگشتی میزنه میگه میخوام تیم هرج کنم همینه دیگه از وقتی که پولدار شدین همه چیزو تو شده فوتبال اصلا براتون مهم نیست که چه بلایی ممکنه سر منو زندگیم بیاد این دختره چشه؟ بچه‌م ناراحت دلخوره حق داره هر وقت براش خواستگار اومده ما خونه نبودیم خواستگار؟ آخ 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 خواستگار انقدر درگیر این مربیه شدم که اصلا خواستگار شلا خانم شما خودت کجا رفته بودی؟ خب منم رفته بودم دنبال فرخ نمیدونم باز تو چی بهش گفتی که اینجوری قهر کرده رفته به جهنم که قهر کرده رفته ما برای دخترمون خواستگار اومده اون وقت شما میری دنبال ازگیل خشکه شما چرا دخترتو ول کردی رفتی دنبال فوتبال حالا میذاشی واسه یه روز دیگه آسمون به زمین میومد خب اینم راست میگی بی خودی با هم دیگه دعوا نکنید اونایی که من دیدم دوباره برمیگردن وقتی دو تا بزرگتر دارن با هم حرف میزنن تو یکی ساکت باش چطوری ساکت باشم وقتی که پای خواستگار به این خونه واسه شده من امنیت جانی ندارم چه لفظ قلمم صحبت میکنه بلبل زبون وای 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 قربونت برم تو چقدر شیرینی آخه فدات بشم الهی سلام چه خبر باز همه دور هم جمع شدید میوه و خبریه زردک تو میدونستی امروز خواستگاری خواهرت اون وقت به من نگفتی؟ من؟ خواستگار؟ نه مگه خواستگار اومده برای پونه مبارکی بلدم گفت ایشالله سلامتی خب چرا اینجوری نگاه میکنید؟ آقا جون من به چه زبونی بگم خوشم نمیاد سیبیل قیتونی بشه داماد ما از شما چه پهنون شعله خانم منم از این سیبیل قیتونی خوشم نمیاد همون بهتر که رفت بفرما فقط اونا نرفتن اون یکی هم رفت کدوم یکی؟ ببینم حشمت تو میدونستی پسر فوتبالیست خواستگار دختر ماست؟ کدوم فوتبالیسته؟ همین پسره دیگه سیاوش رستمی. دیروز مادرش زنگ زد. من فکر کردم مادر آقا بهرامه. گفت می‌خوایم بیام خواستگاری گفتم تشریف بیارین. هر دوشون با هم اومدن؟ آره نبودی ببینی که افتضاحی شد، کرگر خنده. مادب باش. من نمیفهمم، یعنی خورمالو خرک اومده خواستگاری دختر من؟ اینقدر من بدبختم که دختر به یه فوتبالیست بدم؟ بابا فوتبالیست معتاد که نیست. بدتر معتاد میشه ترکش داد، فوتبالیست نمیشه. آخه تو که الان خودت مدیر فوتبالی. من مدیرم که از فوتبال پول در بیارم، نه اینکه فوتبال پدر منو در بیاره. ناراحت نش آقا جون، یه بلایی سرش بیارم که مرغای آسمون به آلش گریه کنن. با اون همه گندی که زده باشون اومده خواستگاری خواهر من، نشونش میدم. چه اشکالی داره خواستگاره دیگه؟ ولی گفته باشم و من زن یه فوتبالیست نمیشم، چون از فوتبال متنفرم. نمیخوام با یکی مثل پدرم زندگی کنم که به فوتبال بیشتر از آینده دخترش اهمیت میده. خواهش میکنم اصرار نکنیم، من نظرم عوض نمیشه. تیکه کلام شما رو میگه. من برگشتم. ایوا تو که گفتی من دیگه پامو نمیذارم توی خونه. فکرام کردم دیدم نمیتونم شما رو تنها بذارم. بگو جایی نداشتم که برگشتم. داشتم، ولی اومدم از این آقا بپرسم برای چی دم به سر رنگ عوض میکنه؟ برای چی جلو رحمانی اون حرفا رو به من زد؟ از گیر راهنما به چپ زدم که ببیچم به راست، همش نقشه بود. دربندی یادم داد که از در دوستی وارد بشم که بتونم رحمانی رو کله کنم. تو هم سر به زنگار رسیدی، تیر تکش خورد به تو. همین. جدی میگی اشمم؟ آره. بابا چرا زودتر بهم نگفتی؟ من مخلصتم هستم. بعد زودتر بهت میگفتم. شما دوتا واقعا بی فکر و بی خیالی. با این کارتون فقط خواستگاری دختر منو خراب کردین. راستی خواستگاری چی شد ها؟ خب برای خدا سلام و شب خدمت همه شما دوستان علاقه‌مندان برنامه 90 در 90 در خدمت شما بزرگان خواهیم بود در این انجام فرخنده. امشب مهمان بزرگواری در جمع ما دوستان خواهد بود سیاوش رستمی عزیز، گلزن بسیار فوق‌العاده تیم آذرخش. سلام، شبتون بخیر. سلام سلام. من سلام عرض ادب می‌کنم خدمت بیننده‌های محترم. همین خود بگو سیاوش. من فوق‌العاده حساسم، من از دروغ متنفرم، من به پیشکسوت احترام میذارم، من نسبت به کیوی حساسیت دارم، بی خود این جوش موش میزنه میریزه بیرون و اینا و در ضمن هنوز مجرده. خب منظورم که فوتبال بگو سیاوش. من بهترین فوتبالیست این مملکتم. من مارلون براندو، من اون که فوتبالیستم، من مارادونای فوتبالم. من هم خود شما میدونید، هم خیلی از کارشناسا و منتقدین دیگه میدونن که من تو یه لحظه خیلی کوتاه نتیجه بازی رو عوض میکنم. بله من فوتبالیست گرونی هم، دستمزد گرون میگیرم، مگه چیه؟ حقمه، رقم من باید پرداخت بشه. سیاوش رستمی عزیز، منظورم کلا فوتبال از کجا شروع کردی؟ از آتاری. خب من از طریق بازی آتاری با فوتبال آشنا شدم، به مرور که بازی‌های کامپیوتری پیشرفت کردش من بیشتر در جریان فوتبال قرار گرفتم و طریق یکی از دوستان به صورت یهویی وارد فوتبال حرفه‌ای شدم. پس واسه همین انقدر گل نزنی؟ این جویه که شما تو برنامه‌تون ایجاد کردین آقای سعدی‌پور دیگه. همش تو برنامه‌تون گفتین عجب گل نزنیه سیاوش رستمی، عجب گل نزنیه. یه مارک الکیش اسمونی رو ما تو این بازی اخیرمون دیدین دیگه، دو تا گل زدم. شانسی بود دیگه، قبول کن دیگه. شانسی بود. اگه شانسی بود شما برو یکیشو بزن. خب من که فوتبالیست نیستم، اگه فوتبالیست بودم خب حتما. خب برای چی اینجا نشستی؟ خب خیلی خوب، اجازه بده سر پنج کوتاه بزنی. حدوداً نزدیک 43,850,000 نفر توی سر پنج کوتاه ما شرکت کردن که 21,250,000 نفر گزینه الف رو انتخاب کردن، 22,232,000 نفر گزینه به انتخاب کردن. سال پرمکوته ما در این ارتباطه آیا سیاوش رستمی عزیز با دختر حشمت خان ازدواج خواهند کرد؟ اگه گزینه الف رو انتخاب کنی آری، اگه گزینه ب انتخاب کنی نخیر. خب از طرف بانک صادرات مبلغ 10,000 ریال به کسانی که در این مسابقه شرکت کردن پرداخت خواهد شد. ما دوستان ما ارتباطی دارن با آقای حشمت خان برقرار میکنن. میریم برمیگردیم، باز در خدمت سیاوش رستمی عزیز خواهیم بود. کیه؟ چی؟ آقای محترم برنامه 90 در 90 چیه دیگه؟ این وقت شب زنگ میزنی مزاحم میشی؟ کی این وقت تلویزیون نگاه میکنه؟ کی مادر من نصف شب اینقدر زنگ میزنه؟ این مزاحم است میگه از برنامه 90 در 90 90 در 90 من میخوام آقا جون صحبت کنم، چرا قطع کردی؟ بیا زنگ زد دوباره. خب آقا جونت خوابه، بدخواب میشه. بدخواب چیه؟ پخش زنده است، برو بیدارش کن. خب پخش سرشون گرم تا ببینم چیکار تا بکنم. بله الو سلام جانم. خوب هستین شما؟ نه خواهش کنم، من سرپرست تیم هستم، خودشون الان خدمت میرسن. بله بله گوشی خدمتتون، گوشی. حشمت، حشمت بیدار شو، حشمت. ماشاءالله خان، ماشاءالله خان. شلا خانم از شما چه پنون داشتم خواب میدیدم، این خونه و این زندگی همه خواب میدیدم، همه چی خوابه. ماشاءالله خواب دیدی. پاشو تلویزیون زنگ زده با تو کار داره. تلویزیون زنگ؟ مگه تلویزیون زنگ میزنه؟ بابا از تلویزیون زنگ زدم، پخش مستقیم با تو کار داره. از تلویزیون؟ آخه اینا هم یه بار کیش کردن این موقع شب واسه چی زنگ زدن اینجا؟ حشمت خان 70 میلیون آدم نشستن ببینن تو چی میگی، پاشو بیا. 70 میلیون میخوان منو ببینن؟ مگه بیکارن اینا؟ توفه ندرس. باشو 70 میلیون رو باید جواب بدی. پیام چی قضیه ها؟ از برنامه 90 در 90 زنگ زدن آقا جون. پیام پدرام بپر تلویزیون رو شنگون. بوده بفهم. ببینید اون پسرم اونجاست. میبینی مامان با همون لباسی که اومده بود خواستگاری رفته تو برنامه. آها یه لیچار باره این بکنم. نه نکن، پخش زنده است، برای حسن شهرتت خوب نیست. الو صدای اینو یه ذره کمش کن. میگه آنتن مگه من نصاب؟ آقا جون منظورش اینه که به صورت زنده میخوام باهاتون مصاحبه کنن. من در خدمتم، بفرمایید. ببین سعدی پوشون یه بار دیگه تو برنامه‌ات بگی سیاوش رستمی گل نزنه، دروازه خالی رو نمیزنه، بلایی سرت میارم که خودت میدونی. سیاوش عزیز کلا برنمیتونم اخلاقاتو برنمیتابی، بیرون هر سازمان منتظرتم. آقا رو آنتن خب ببخشید دوستان، یک گپ و گفت دوستان با سیاوش رستمی عزیز داشتیم. خب دوستان اشاره میکنن که ارتباطمون با آقای سوری برقراره. سلام شبتون بخیر آقای سوری، ببخشید دیر وقت مزاحمتون شدیم. این یارو متنه که دربندی نوشته بود، حالا ولش. الو با سلام خدمت شما و همه حضار محترم و برنامه سازان که زحمت میکشین و با تشکر از برنامه خوبتون که با ضایع کردن فوتبالیستا و با پرداختن به مسائل مهم حاشیه فوتبال همه رو به جون هم انداختیم و باعث خنده مردم شد. کی گفتم؟ خب خیلی ممنون. به مقدمه میریم سر اصل مطلب. نظرتون در مورد وسط با یک فوتبالیست چیه؟ به نظر من خیلی احمقانه است. خوب است. ما باید فوتبالیستا رو وصلت بدیم و پیوند بدیم، درست عین درخت آلبالو و هلو که پیوند میزنن. جدی میگین حشمت خان؟ یعنی شما مشکلی ندارین؟ شما فردا بیا باشگاه، من 2 کلوم حرف حساب باهات بزنم که خودت میدونی منظورم چیه. خب کلا فرض نمیتونم این مشکلاتو. پس شما به گزینه 1 رأی میدید، درسته؟ گزینه 1 دیگه چیه؟ خب دوستان سال پرمکوتا دوباره پخش کنید تا آقای سویدم سال پرمکوتا ما رو بخونن. سال پرمکوتا ما در این ارتباطه. آقای سیاوش رستمی عزیز با دختر حشمت خان ازدواج خواهند کرد. اگه خاک بر سرم، همه دنیا فهمیدن، آبروم رفت جلوی دوستام. همتون همینو میخواستین دیگه. پیام تو کدوم نمیدیم؟ من میزنم 2 شات برنده شد. آقای سوری هم پشت خطی؟ بله پشت خطم، اعصابم هم آرومه. آقای سوری عزیز یه سوالی کلا من میتونم از شما بپرسم؟ چرا آقای نادری که فوق‌العاده مربی، اصلا کلا مربی خیلی خوبی بودن، از تیم شما جدا شدن؟ این سوال من میشه جواب بدید؟ هیچی. آره نمیذاش تو کارش دخالت کنم، منم پنبهشو زدم انداختمش بیرون. اونجوری نگو. بگو ما تا لحظه آخر ازش حمایت کردیم. تا لحظه آخر ازش حمایت کردیم. یه مشکل خانوادگی و مشکل داشت خانوادگی خودش رفت خودش. خب منظورتون که ایشون محترمانه اخراج کرد دیگه؟ آره. شما هم چه جمله‌های باحال ادبی درست می‌کنین. بله ما محترمانه ایشون خودشون رفتن. آقای سوری فوتبال حرفه‌ای که تعارف سرش نمیشه اخراج کردید، حالا نه بیننده ما کلا همه میدونن شما اینو ایشون اخراج کردید. میخوای رک و پوسکنده بهت بگم؟ آره بله اخراجش کردی. محترمانه هم نه، غیر محترمانه، به شما هیچ ربطی نداره. باشه آقای سوری عزیز این رابطتون با آقای رئیس هیئت مدیره، کلا این سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، وبلاگ‌ها دارن از دامن میزنن، چیه این اختلافتون واقعیت داره؟ من اصلا ایشونو قبول ندارم که بخوام با ایشون اختلاف داشته باشم. حرف اول و آخر رو من توی باشگاه میزنم. کرده که بابا. اینجوری هم خراب کردم چی بگم؟ گوش بده، اینجوری همه میفهمن قضیه. من نگفتی حتی دوستی میخوام وارد شم. حالا چیکار کنم؟ خب بهش بگو اونم بی تاثیر نیست. اگه اون نباشه ما لنگیم. آقای رحمانی لنگ، ما لنگ، یعنی یکی این وسط میلنگه. بی تاثیر نیست حضور رحمانی. خب باشه دوستان، اشاره میکنن که ارتباطمون با آقای رحمانی عزیز برقراره. سلام، شبتون بخیر آقای رحمانی. الو، خداحافظ. چرا قطع کردی آقا جون؟ آقا رحمانی اومد رو خط. بیا. خب ارتباطمون برقرار نیست. با آقای سوری ادامه بدیم. آقای سوری، الو آقای سوری. خب ارتباطمون با آقای سوری هم برقرار نیست. دوستان اشاره میکنن که ارتباطتون با آقای رحمانی برقراره. آقای سوری، آقای رحمانی سلام، شبتون بخیر. آقا این قضیه‌تون با آقای سوری چیه؟ کلا میشه یه توضیح به ما بدید در مورد نظرتون در مورد حرفایی که آقای سوری میزنه کلا چیه؟ با سلام خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه. بله، باید خدمتتون عرض کنم که با حضور آقای سوری در باشگاه آذرخش، خب بخش اعظمی از مشکلات مالی باشگاه برطرف شده. و من برای ایشون به عنوان یک بزرگتر و ورزش دوست احترام زیادی قائل هستم و فکر می‌کنم حرفایی که الان ایشون زدن به خاطر فشار زیاد و خسته. بلش کن، نمیخواد جواب بدی، بلش کن. خب بله، اینطور که مشخصه آقای سوری در یک حرکت فوق‌العاده خودجوش تلفنشون که جواب نمیدن، ارتباطمون کلاً قطع شده. این کلاً من این قضیه رو بر نمیتابم. این کلاً قضیه سخره گرفتنه. خب خیال کرده هم نمیفهمم. چه شما هم یه بار کیش کردینا؟ خاموشش کن بریم همه بگیری بخوابید. چه؟ خاموش کن پدرام. خانم ببخشید، این عکس شماست؟ بله. این چیه؟ عکس دخترتون دیگه. میدونم عکس کیه. روی جلد اول روزنامه چیکار میکنه؟ راستش من دیروز به صورت خیلی اتفاقی رفتم محل برگزاری مسابقات تیراندازی. خیلی اتفاقی ها؟ خیلی اتفاقی هم که نه. خواهرم رفت برای تشویق شایسته خانم. من رفتم اونجا هم مواظبت کنم از خواهرم، هم چند تا عکس یادگاری بگیرم. کی به تو گفته چاپ عکس بدترین تیرانداز مسابقات روی صفحه اول روزنامه برای خوانندگان جالبه؟ جالب نیست؟ مضحکه، مسخره است، احمقانه است. آقا کی این کارو میکنه؟ من این کارو فقط برای روحیه دادم به شایسته خانم انجام دادم. چرا؟ واقعیت شایسته خانم تیرانداز بدی نیست. اون فقط اعتماد به نفس پایینی داره. ما باید یه کاری کنیم که اون خودشو باور کنه. ما یعنی شما آقای دربندی، به نظر من برای منصرف کردن شایسته خانم از رفتن فقط یک راه وجود داره. چراهی؟ اون نیاز به انگیزه داره. یه چیزی که اینجا پابندش کنه. ببینم پیام، تو به دختر من علاقه داری؟ سلام علیکم. به 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 به، پیام جان اوجا سرپرستی چطوره؟ همه چی خوبش میره؟ ببخشید من حالم خوب نیست. ببخشید. برد بیرون. این پسر چیش بود؟ هیچی، طوریش نیست. تو اینجا چی کار میکنی؟ من با خودم خیلی فکر کردم سیروس. خداوکیلی 30% زیاده، ولی یه جورایی با 20% کنار میاد. دیگه برای معامله خیلی دیر شده. حشمت خان با جمالی قرارداد بسته، الانم داره تیمو تمرین میده. بی خیال بابا سیروس شون. این تویی که تو اون باشگاه تصمیم میگیری کی چی کار است و کی چیکار بکنه. شلوغش نکن. من فقط یه مشاورم، یه معاون. اونجا مدیر عامل داره، هیئت مدیره داره. من چیکارم؟ تو هم که این حشمت خان سوریو داری، خداوکیلی شاید سواد فوتبالی نداشته باشه، ولی خوب بلده که چجوری حرفشو به کرسی بشونه. سیروس جون، هر کی دوست داری واسه رفیق قدیمی ده کاری بکن. تا آخر فصل بی تیم میمونم ها. باشه، ولی 40% از قراردادت مال من میشه. 40%؟ مرد حسابی میگه سر گردنه است نوکرتم. نه آقا جون، من خودم درصد بگیرم. این پولام ندارم به کسی. پس معامله‌ای هم در کار نیست. بمون تا یکی از این تیمای تهی جدولی بهت پیشنهاد بده. باش.